این هفته با یووال دلشاد، کارگردان اسرائیلی ایرانی تبار، گفتگو میکنم. بابا جون نخستین فیلم داستانی یووال دلشاده که اکرانش با واکنش‌های مثبتی در جشنواره‌های جهانی همراه شده. این فیلم داستان مهاجرت یک خانواده یهودی ایرانی به اسرائیل که در کشور تازه با ماجراهای مختلفی مواجه میشن. بابا جون نماینده امسال سینمای اسرائیل در اسکار و در بخش بهترین فیلم خارجی سال با سایر کشورهای جهان رقابت میکنه. توی طوفان درختی که خم نشه میشکنه، صبر میکنی تا طوفان بگذره. با تیره مکنتی لخم بگشتی بخل خلیف را تیلون کجا بگ برای جهنم. تو زیادی بهش فشار میاری. خود یاد میره در خود تو داری در میاری. بسی چی داری درست میکنی؟ بسی سب کن منم بیا وایسا وایسا. پس امریکا چطوره؟ یعن land of opportunity. حالا که لازم بشترم بیسترم نوتل هسته پلاشانی میه او کامو خواه. نوه شما تو اون لول کار نخواهد کرد. خفه شو خفه شو بذارش اینجا نقشو بزن. برو یک زنی دیگه بگیر لولتو پر از بچه کن بزنش تربیتش کن. اسحاک میگم از برو بکن باشون اسحاک یه عده داره تو کار مدخلت میکنه. لغازه آبایی تو میگه نمیدی که این کار دوست داره. منو باش رو سنشتم یه عادت کردم. یووال دلشاد بهت سلام میکنم. مرسی از اینکه در لس آنجلس با ما همراه هستی. منم به شما سلام میکنم. در ابتدا برامون توضیح میدی که چرا به سراغ این داستان رفتی؟ چرا تصمیم گرفتی این فیلم رو بسازی؟ راستش پسری که در بابا جون میبینین خودم هم. این فیلم داستان زندگی منه. خواستم سختی های دوران نوجوانیم رو به تصویر بکشم. برای همین بابا جون رو ساختم. یووال کمی درباره خانواده خودت توضیح بده. چه زمانی به اسرائیل مهاجرت کردین؟ پدر مادرم توی شیراز متولد شدن. اونا پیش از انقلاب ایران به اسرائیل مهاجرت کردن. دلشادها خانواده بزرگی هستن. همشون از ایران رفتن. نصفشون توی اسرائیل هستن، نصفشون هم توی نیویورک و لس آنجلس زندگی میکنن. اگه مایل هستی کمی درباره دوران کودکیت صحبت کن. کجا بزرگ شدی؟ چه خاطراتی از اون دوران داری؟ من توی یه روستای کوچیک در اسرائیل بزرگ شدم. درست مثل همین روستایی که در بابا جون می‌بینی. همه اهالی این روستا ایرانی بودن. میتونم بگم یه روستای ایرانی بود. بعضی وقتا اقوام و فامیل از ایران یا لس آنجلس به ما سر میزدن. خیلی جالب بود. همه فارسی صحبت میکردن و منم از همین طریق با زبان فارسی آشنا شدم. من مثل یه اسرائیلی بزرگ شدم ولی با فرهنگ و سنت‌های ایرانی هم آشنام. و به نظرم یکی از بهترین فرهنگ‌های دنیاست. ولی ساختن فیلمی درباره خودت سخت نبود؟ مشکلی با این موضوع نداشتی؟ کار خیلی سختی بود. چون توی یه فیلم سینمایی نمیشه به تمام جزئیات پرداخت و زندگی کامل رو به تصویر کشید. باید گذشته رو به دقت مرور کرد و روی قسمت‌های محدودی متمرکز شد. یعنی بخشایی که میشه با استفاده از اونا داستانی رو که داری منتقل کنی. پیام اصلی من آزادی انتخاب بود و چارچوب فیلم هم بر همین اساس شکل گرفت. Thank you.
ناگی هم این مخکل اخم نکرم فوج دیدم بی بیرون ببینم چیکار کردی תבקש ממנו, סליחה. יצחק, אני מורה. יש לי תואר וותק בהוראה ובחינוך. התפקיד שלי זה ללמד אותו. אתה לא רוצה שמחר הוא יקלל גם אותך? הילד שלי בחיים לא ירים קול עליי. תבקש ממנו יפה סליחה, העלבת אותו. סליחה שפגעתי בך, מוטי. درباره بازیگران فیلم توضیح بده. بر چه اساسی اونها رو انتخاب کردی؟ به ویژه نوید نگهبان و فریبرز داوودیان، یعنی بازیگرایی که در لس آنجلس هستن، اونها چطور به این مجموعه ملحق شدن؟ When I tried to do the casting, مشاور تولید خوبی داشتم و ازش خواستم بهترین بازیگرای ایرانی رو که میشناسه به هم معرفی کنه. توی اسرائیل بازیگرای ایرانی زیادی نداریم یا اینکه در حدی نبودن که بشه ازشون استفاده کرد. چون من نمیخواستم از بازیگرای استفاده کنم که مجبور باشیم به اونا فارسی یاد بدیم. در ضمن میخواستم بتونن با داستان رابطه برقرار کنن، پیام فیلم رو درک کنن. خوشبختانه بازیگرای خوبی پیدا کردیم. با نوید نگهبان از طریق اسکایپ حرف زدم، کلی گپ زدیم و متوجه شدم زندگیمون شباهت‌های زیادی به هم داره. یعنی اونم در گذشته مشکلات فراوانی داشته و خلاصه داستان رو درک میکنه. میدونین وقتی خانواده های ایرانی به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن کم و بیش مشکلات یکسانی دارن. فرقی نداره که مثلا به استرالیا، سوئد یا آلمان برن. در هر شهر و کشوری با همین دشواری ها مواجهن. مثلا تفاوت نسل ها. قدیمی ترا میخوان فرهنگ و زبان اصلی رو حفظ کنن ولی جوان ترا توجه کمتری به این موضوع دارن. و میخوان توی کشور جدید زندگی تازه‌ای رو شروع کنن. نوید نگهبان و فریبرز داوودیان بهترین بازیگرایی هستن که میتونستم برای بازی در این فیلم انتخاب کنم. فوق‌العاده بودن. از این بهتر نمیشه. ولی یووال اونا بازیگرای موفقی هستن، در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی هم بازی کردن. از طرف این اولین فیلم داستانیه که میسازی. یعنی میشه گفت تجربه زیادی تو این ژانر نداری. چطور اونها رو راضی کرده که در بابا جون بازی کنن؟ کار راحتی بود؟ I don't think it's the right word for me to say convince. If I convince دوست ندارم از لفظ راضی کردن استفاده کنم. درباره این فیلم صدق نمی کنه. ما با هم صحبت کردیم، داستان زندگی خودم رو تعریف کردم، براشون گفتم چرا قصد دارم این فیلم رو بسازم، چه انگیزه ای دارم. وقتی بازیگری به داستان فیلم علاقه داشته باشه کارا به سرعت انجام میشه و همه چی به خوبی پیش میره. نوید he will tell you he also know that conflict in his life. نوید نگهبان خیلی زود با داستان رابطه برقرار کرد. حتما میدونین که اونم همراه با خانواده‌اش ایران رو ترک کرده، به لس آنجلس رفته و همین سختی‌ها رو تجربه کرده. کاملا شخصیت‌های داستان رو می‌فهمید. خیلی جالبه که ایرانی‌ها هر جایی که باشن احساسات و عواطف مشترکی دارن. همدیگر رو درک می‌کنن. When you meet somebody from Iran there is something there who is نوید و فریبرز شور و اشتیاق زیادی برای بازی در بابا جون داشتن و به اسرائیل سفر کردن. مرده کجاست؟ نمیخواست بیاد.
زیادی داره تو کار ما دخالت میکنی. زیادی داره روش فشار میاری. تو اگه خودت بچه میداشتی میفهمیدی. اگه قرار رفتارم مثل تو بشه بچه نمیخوام. بچه نمیخوای به خاطر خودخواهیت. نه، به خاطر اینکه هیچ وقت نمیخواستم مثل بابا بشم. اشاره کرده که بابا جون داستان زندگی خودته، یعنی بخشی از دوران کودکیت رو به تصویر کشیدی. درباره بازیگر نوجوانی که نقش خودتو بازی میکنه توضیح بده، چطور او رو انتخاب کردی؟ That young boy Asher Avrami, I picked him up after. یکی از شخصیت‌های محوری فیلمه. طبیعیه که دقت و وسواس زیادی در این مورد داشتم. بیشتر از 200 بازیگر رو امتحان کردم تا در نهایت آشر اورامی انتخاب شد. شارون نازریان was helped me. She came to see the location. همراه با شارون نازریان که یکی از تهیه کننده های فیلمه، برای انتخاب صحنه های فیلم برداری به روستای خودم رفتیم. برای اولین بار آشر رو توی این روستا دیدم. بازیگر نبود و هیچ تجربه سینمایی هم نداشت. ولی یه حسی به هم میگفت که همین پسر رو انتخاب کنم. هنوزم باورش برای خودم سخته. اصلا فکر نمی کردم بازیگر اصلی رو توی روستای خودم پیدا کنم. اونم پسری که اصلا تجربه بازیگری نداره. ما فقط 2 ماه فرصت داشتیم و باید اونو برای مهمترین نقش فیلم آماده می کردیم. کار ساده ای نبود، ولی آشر به خوبی از عهده‌اش برآمد. انتخاب خوبی بود. ولی خانواده خودت مشکلی با ساخت این فیلم نداشتن؟ به هر حال اونا بخش مهمی از داستان هستن. واکنش اونا چی بود؟ برخورد خوبی داشتن. اولش وقتی سناریو رو خوندن کمی تعجب کردن. مطمئن نبودن که داستان زندگی خانواده ما میتونه چه جذابیتی برای سایرین داشته باشه. شاید زیاد هم موضوع رو جدی نگرفتن. ولی وقتی برای اولین بار فیلم رو تماشا کردن خیلی خوشحال شدن. مخصوصا مادرم. اون وقتی متوجه شد که فرهنگ و سنت‌های ایرانی بخش مهمی از فیلمه خیلی خوشحال شد. متوجه بودم وقتی فیلم رو تماشا می‌کنه به گذشته برگشته و یاد خاطرات قدیمش افتاده. مثلا اون صحنه از فیلم که پدرم ابروی مادرمو برمی‌داره و اون آرایش می‌کنه، شاید به نظر خیلی یا صحنه ساده‌ای باشه، ولی برای مادرم خیلی خاطره انگیز بود. خلاصه خانواده از تماشای این فیلم لذت بردن. جوجه‌ها خیلی بانمکن. ولی سخت کار کردیم. ماشین که خراب شده بود مادر ترس دادم، فکر کردم یک جون نشونم به دونه نمیرسم. ولی موتی خوب کمک کرد. آره. تو زیادی بهش فشار میاری. باید یاد بگیرم. مگه نمیدونی که این کار رو دوست نداره؟ منو به باش دوست نشتم، ولی عادت کردم. مزرد. اگر نخواست چی؟ مجبورش میکنم. چی شد؟ هیچی. باز من چی گفتم؟ هیچی. اگر شاخه رو زیادی خم کنی میشکنه. بودجه لازم رو چطور فراهم کردی؟ هزینه تولید این فیلم چطور تامین شد؟
در اسرائیل سازمانهایی هست که از سینماگرها حمایت میکنه و کمک‌های مالی در اختیار اونا قرار میده. سناریوی بابا جون رو به یکی از این سازمانها فرستادم و اونا نصف هزینه لازم رو در اختیارم گذاشتن. نصف دیگه هم با کمک خانواده ناظریان در لس آنجلس تامین شد. تا این لحظه نمایش بابا جون در جشنواره‌های سینمایی با استقبال مناسبی از سوی تماشاگرها و منتقدین هنری همراه شده. واکنش‌های مثبت زیادی داشته. به نظر چه عواملی باعث شده تا بابا جون به این صورت مورد توجه قرار بگیره؟ رمز موفقیت فیلم چیه؟ با خیلی از تماشاگرها گفتگو کردم و به نظرشون گوش دادم. مسائلی که توی این فیلم مطرح میشه فقط مختص یه خانواده ایرانی نیست. این مشکلات جهانیه. مثلا اختلاف نسل‌ها یا دشواری‌های مهاجرت. خب این روزا مهاجرین زیادی توی کشورهای مختلف جهان زندگی میکنن و طبیعیه که اونا با چنین فیلمی رابطه برقرار میکنن. بابا جون داستان ساده ای داره. درباره یه پدر، پسر، مادر و پدر بزرگه. همه ی خانواده ها کم و بیش چنین ساختاری داره. یکی از مهمترین دلایل موفقیت فیلم جهانی بودن داستانش. چه احساسی داشتی وقتی شنیدی بابا جون نماینده سینمای اسرائیل در مراسم اسکاره؟ به هر حال موفقیت بزرگیه، ممکنه جایزه بهترین فیلم خارجی سال رو ببری. چقدر این موضوع هیجان انگیزه؟ وقتی تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم به خودم گفتم باید بهترین فیلمی باشه که میسازم. بابا جونو به خاطر جایزه نساختم. با کسی رقابتی ندارم. این فیلمو برای خودم ساختم. وقتی شنیدم قرار از طرف اسرائیل در اسکار شرکت کنم خیلی خوشحال شدم، چون میدونستم این موضوع باعث اکران فیلم در خارج از اسرائیل میشه و عده بیشتری فیلم رو تماشا میکنن و با داستان زندگی من آشنا میشن. همین بهترین جایزه ایه که گرفتم. درسته که من پیرم، اما من کار نیستم. برای چی اومدی اینجا؟ معلوم واسه اینکه فامیلام ببینم. خب دیدار تموم شد. حالا بلند شو، این کت شلوار تا بکن، لباس کار بپوش، برو تو لول کار کن. بابا جو، اگه از کت شلوارم خوشت نمیاد دیگه نمیپوشم. اگه میخوای لباس کار بپوشم میپوشم. ولی یادت بهت گفتم تا آخر عمرم من دیگه پامو تو اون لول نمیذارم. خجالت بکش. بابا فلش کن. منو موتی اینجا رو میشرخونم. بابا جون یه فیلم خانوادگیه و هیچ ارتباطی هم به سیاست نداره. متاسفانه به دلایل مختلفی سالهاست ایران و اسرائیل با هم مشکل دارن و رابطه سیاسی بین دو کشور نیست. فکر میکنی ساخته شدن فیلمی مثل بابا جون تأثیری در این وضعیت داشته باشه؟ یعنی میتونه به گسترش صلح و دوستی میان مردم و یا حتی کشورها منجر بشه؟ نوید و فریبرز از لس آنجلس هم. ویس صفوی بازیگر زن فیلم در لندن زندگی میکنه. من توی اسرائیل هم. So we gather together, no matter religious, Muslim. ما مثل اعضای یه خانواده فارغ از ملیت، دین و تفاوت‌هایی که هست دور هم جمع شدیم تا این فیلم رو بسازیم و حرفی رو که داریم بزنیم. موفقیت این مجموعه یه پیام مشخص داره. یعنی مردم هیچ وقت با هم مشکلی ندارن. این سیاست مدارا هستن که با هم اختلاف دارن. ایران و اسرائیل
As a people, the people, I don't see any conflict between. به نظر من بین مردم ایران و اسرائیل هیچ مشکلی وجود نداره. من دوستای ایرانی خیلی زیادی دارم. با اونا صحبت میکنم و رابطه گرم و صمیمی داریم. بالاخره یه روز این دعواهای سیاسی هم تموم میشه. امیدوارم ایرانی ها هم فیلم من رو تماشا کنن و از دیدنش لذت ببرن. یووال دلشاد از شرکت در این گفتگو سپاسگزارم. برات آرزوی موفقیت دارم در ادامه برنامه ها و پروژه هایی که در پیش داری. Thank you very much. Thank you. روزا قفل دلم میشکنه و میشه بارون حرفای نگفته مثل دریا میشه همین روزا سرود آزادی برات میخونه همین روزا شعله عشقم غمو میسوزونه فزار بودنت با دلم خزون نسیم تو توی هوا بهار میرسون یووال دلشاد به لس آنجلس اومد که هنرپیشه هایی برای فیلمش پیدا کنه. دو نقش رو میخواست حتما از لس آنجلس انتخاب کنه. نقش من به خصوص میخواست که حتما لس آنجلسی باشه، برای اینکه در فیلم من نقش عمویی رو بازی میکنم که از امریکا میاد به اسرائیل و اون حالت امریکایی رو و اون خلق و خوی امریکایی رو با خودش میاره به دهکده کوچک اونها در اسرائیل. با هم ملاقات داشتیم، منو روی فیلم ضبط کرد و خیلی با هم دوست شدیم و الان خیلی رفاقت به خصوصی بینمون به وجود آمد. یه مادر میخواستن تو این فیلم به اسم سارا و من یه سکرین تست کردم که فرستادن اسرائیل
و بعدا یووال اومد با کاستینگ رتبه در لندن و با من کار کرد. دو روز باش کار کردم. ما ایمپرووایز کردیم جلوی دوربین و اینا. بعدا یووال برگشت اسرائیل. بعدا با هم سکایپ کردیم و اینا. آخر سر دیگه رول سارا رو در بابا جون رو من دادم. فیلمنامه رو واسه من فرستادن. فیلمنامه ابری بودش. روی گوگل ترنسلیتش کردم و از داستانش خیلی خوشم اومد. بعد به ایجنت هم زنگ زدم گفتم که بگو فیلمنامه رو واسه من ترنسلیت بکنن به انگلیسی واسه من بفرستن و قرار بذار که من بتونم با یووال صحبت بکنم. و موقع که من با یووال توی روی اسکایپ ما با هم دیگه صحبت کردیم و موقع که ما با هم دیگه داشتیم حرف میزدیم یه احساس به وجود آمد که ما واقعا همدیگر درک کردیم و متوجه شدیم که چقدر ما شبیه همدیگر هستیم. این فیلم که اصلا جنبه سیاسی به هیچ وجه نداره، ولی زندگی در اسرائیل برای ماها که اونجا زیاد نبودیم، آشنایی باشون نداریم و فقط در اخبار میشنویم که در اسرائیل چه خبر، خشونت‌های ارتششون رو شاید میبینیم، یکی از رئیس جمهورش خوشش نمیاد، یکی از نخست وزیر بدش میاد. شما در اسرائیل که میرین، وقتی که با هنرمندان یا اینتלקچوال‌های اونجا تماس دارین، میبینید که چه مردم دوست داشتنی و صلح‌جو و مهربانی هستن. فوق‌العاده پذیرایی خوبی از ما کردن در طول دو ماهی که من اونجا بودم و تیم ما که اونجا بودیم. و واقعا ناراحت میشید که اینقدر اختلاف در این قسمت از دنیا هست. تقریبا تمام اسرائیلی هایی که من باشون صحبت کردم با جنگ مخالف بودن، با خشونت مخالف بودن، با فلسطینی ها بعضی هاشون رفاقت داشتن. چقدر عرب زیاده در اسرائیل و اینها با هم معاشرت میکنن. حالا اگر دوست صمیمی نیستن، حداقل در یک رستوران میتونن با هم بشینن کباب بخورن. همه آدمایی که ما در اسرائیل یعنی میدیدیم خیلی لیبرال بودن و آدمای تو این کارهای فیلم و اینا بودن و خیلی ما رو بردن تو قلبشون. یعنی اینه که بعضی موقع اینه که تو ایران بودیم واسه من. یعنی آب و هواش که خیلی شباهت داشت به ایران واسه من. اینه که ایموشنال بود تو اون لحظه واسه من. بابا جون همونجوری که گفتم تمام کست، کرو، کسایی که روی این فیلم داشتن کار میکردن اینترنشنال بودن. ما کسایی داشتیم که مثلا اشکنازی بودن، عرب بودن، یهودی بودن. تمام دینای مختلف رو ما داشتیم تو این فیلم و مسئله نبود که از کجا آمدن. همه دست به دست همدیگه دادن واسه اینکه موقعی که این داستان رو داشتن روش کار میکردن متوجه شدن که این داستان خیلی شبیه به زندگی اوناست. چون داستان سیاسی نیستش و چون داستان فقط راجع به یونیت هستش، راجع به خانواده هستش، راجع به رابطه بین اعضای خانواده هستش و چجوری این اعضای خانواده میتونن همدیگر رو درک بکنن و همدیگر رو ببینن، همه باهاش رابطه برقرار کردن. یکی از چیزایی که هستش به نظر من، این نظر شخصی منه، اگر ما این موقعیتی که بین ایران و اسرائیل، این رابطه‌ای که به وجود اومده، اگر واقعا ما این فیلم رو ببینیم و اینا رو به صورت اعضای خانواده بهشون نگاه بکنیم که این اعضای خانواده میخوان همدیگر رو بفهمن و بهتر درک بکنن، متوجه میشیم که یه مقدار اگر به همدیگه احترام بذاریم و قبول بکنیم همدیگر رو از اون به خاطر اون چیزی که هستیم، امکان داره رابطه‌مون بهتر بشه. صدای آمریکاست.